همه میگن که تو رفتی، همه میگن که تو نیستی، همه میگن که دوباره دل تنگم. امسال برخلاف سالهای گذشته جمهوری اسلامی برای عادی نشان دادن شرایط کشور اصرار فراوانی به برگزاری شب یلدا داشت، علی‌رغم همزمانی آن با روزهای سوگواری برای فاطمه زهرا. صدا سیما تلاش فراوان کرد که مهمانهای سرشناسی را دعوت کند که به دلیل حمایت گسترده هنرمندان و ورزشکاران از خیزش مردمی موفق نشد. ابوالفضل پور عرب یکی از معدود هنرمندانی است که در مورد اعتراضات سکوت اختیار کرده بود و دعوت صدا سیما را هم پذیرفت و به شب یلدای آنها رفت، اما کاملا با آنها همراه نشد. او روی آنتن زنده از سید علی خامنه‌ای درخواست عفو عمومی کرد و گفت اینها بچه بودن و اشتباه کردن و خواهان اعلام آشتی ملی از سوی او شد. او مردم را هم به صبوری فراخواند. اگر قرار کاری بکنیم با هم در کشور خودمون تصمیم بگیریم، اجازه ندیم که هر کسی سوچ بزنه بهمون. هر کی میخواد بگه بیا تو ایران با ما بگه، میخواد حرف بزنه باشه بیا با ما حرف بزنه. این حرف ها رو من میتونستم پریشب توی برنامه بگم ولی زنده نبود. اومدم اینجا با مردم شهرم، فهندیارم، مردم رو به یک آشتی ملی دعوت کنم. بزرگوارین، این ببخشید. بهترین شروع بود ده. جان از رهبر کبیر انقلاب خواهش میکنم. آیه پوره خواهش میکنم این بچه ها رو یک عفو عمومی بدن، یک آشتی ملی. بچه های ما هستن، اگر اشتباهی کردن ببخشن. من خواهش میکنم اگه جایی دارم در پیشگاه شما بخواید حرفم. ابوالفضل پور عرب با مجری این برنامه هم به تندی برخورد کرد و شوخی های آنها را مورد تقبیح قرار داد و گفت در حالی که او دارد برای جان جوانان درخواست عفو می کند، آنها نباید مسخره بازی در بیاورند. تنازی ها رو جایی بکن که به خدا فکر می کنم که مردم شادتر باشن. نه در شب اینجوری چشم رو میای و مزدنه ایمانات را جوی دعوت کن که به هم بنشین. قربونتون برم، شما همه نور چشمه. نه بعد از این همه سال قرآن عزیز من بیاد با چشماش تنازی کنه. با این کاری تو داری میکنی مال سآلات شما بوده. بس آقا دوستتون داره، بزرگ شدیم به جون مصطفی. نه یه جور دیگه شما رو دوست داره قیمتی داره اون شب. بله آقای پویم، همین که دست شما رو بوسید سامان، من روی ماهاش رو ببوسم. قربونتون، یعنی این خیلی شما رو مجوز نیست که بخواد هر کاری بکنه. بعدتون بشه وقتی ما رو میگه بقید خواهش بگویم از مسئولینمون ببخشن این بچه ها رو. این شد اینجا شبیه مسخره بازی نیست.